نام خداوندی که هنر را آفرید. دوستان عزیز، مهمانان گرامی، سپاسگزار هستم از اینکه در یک نشست خوب که از جانب نهاد آرمانشهر که فعالیت‌های گسترده فرهنگی را انجام دادن شما تشریف آوردین و دقیق مزید است که ای کاش خود استاد مهوش میتونستن صحبت بکنن و سخنانش زیبایی را که در این نبیشتر از زبانشان نگارش رفته خودشان میخواندن. ولی به هر حال چون استاد تطور که گفته شد گلویشان به شدت تکلیف داشت و پیروز هم اون سختی داشتن و خاطر به اجازه تمام دوستا گفته های استاد از زبانشان است و تک تکش همهش به ملاحظهشان رسیده و ایشان گفته میده و خدمت شما میخواند. حاضرین گرامی سلام، خرسندم که فرصت مساعد شد تا در برنامه بررسی وضعیت موسیقی در افغانستان در میان شما حضور داشته باشم. موسیقی هنری است که در پیوند با عواطف انسان و حس درونی و شکل میگیرد و تأثیر قابل ملاحظه را بر ذهن انسان و جا میگذارد. اما با تأسف وضعیت موسیقی در افغانستان بسیار نگران کننده است. توجه نکردن به اساسات موسیقی، خودسری ها، ثبت و پخش آهنگ‌های بدون کیفیت و ده‌ها مسئله دیگر در کشور سبب شده که بسیاری از علاقه‌مندان هنر موسیقی از این هنر مقدس دوری جویند. ابتذال در انتخاب شعر و سبک و عدم توجه به ارزش‌های موسیقی شفاهی یا فولکلور از شمار دیگری نابسامانی‌ها در عرصه موسیقی دانسته می‌شود. از یاد بردن موسیقی خرابات و نادیده گرفتن هنرمندان خرابات از شمار مشکلات دیگری است که چهره اصیل موسیقی را در کشور با کمرنگ ساخته است. با آن که من به عنوان رهرو راه هنر تلاش و شهامت هنرمندان جوان را در عرصه موسیقی و دیده قدر می‌نگرم، اما چیزی که مرا همواره مشوش می‌سازد نداشتن زمینه‌های آموزش موسیقی و نبود کانون‌های فعال برای فعالیت این جوانان است. هنر چیزی است که در حمایت و با آموزش بیشتر تقویت می‌یابد و گل‌های این باغستان سبز زمان شکفته‌تر می‌شود که باغبان دلسوز از آن نگهداری کند. چیزی که در بحث ابتذال آفرینی و ابتذال پسندی در زمینه موسیقی افغانستان به ویژه در زبان کنونی مطرح است، عوامل و انگیزه‌های متعددی دارد. یکی از این عوامل نبودن نهادهای مسئول نظارتی و ارزیابی کننده برای ساماندهی روند موسیقی و فعالیت‌های هنری در این عرصه است. بخش و نشر آنها و کلیپ‌های مبتذل مثل که دوست جناب دکتر سیف‌الدین سیف‌زاده هم اشاره کردند، بخش و نشر آهنگ‌ها و کلیپ‌های مبتذل در رسانه‌ها و عدم توجه برای ارزیابی فنی آنها بیشتر خاصیت دیداری با آهنگ‌ها داده و در این روزگار به تعبیر معروف موسیقی دیده می شود و نه شنیده. بانک شمار زیادی علاقه فراوان به فعالیت در عرصه موسیقی دارند، اما بیشتر این فعالیت‌ها هنجارمند و مبتنی بر روش‌های مسلکی نیست. ناهماهنگی میان شعر و ساخت آهنگ، نادرستخوانی شعر و تصنیف‌های آهنگ، عدم توجه بر ویژگی‌های سیگانه سر، لای و تال و غیره موارد از ناهنجاری‌هایی است که فرارای موسیقی کشورمون قرار دارد. نکته دیگری که می‌خوام بر آن تأکید کنم، فراموشی موسیقی کلاسیک و به حاشیه راندن این گونه هنری در افغانستان است. و درستی می‌توان گفت که امروز انگیزه‌های مؤثر برای فراگیری موسیقی کلاسیک وجود ندارد و بیشتر هنرمندان نوپای ما ضرورت برای یادگیری این گونه هنری را در خود محسوس نمی‌پندارند. در حالی که به تعبیر استادان بزرگ موسیقی، فراگیری زمینه‌های موسیقی کلاسیک نخستین سنگ بنا برای فعالیت در عرصه موسیقی پنداشته می‌شود. پیشنهاد من به عنوان خدمتگزار عرصه هنر برای رشد و پالایش موسیقی به معنای فشرده این است: یک، نخست از همه توجه به شیوه‌های فنی و رعایت اصل اساسات موسیقی از همه مهمتر است. دو، به منظور رشد و توسعه موسیقی باید فعالیت‌های جریان‌ساز شکل بگیرد.
حضور بانوان و فراهمسازی زمینه های آموزش آنان در جنب یک هنرستان موسیقی از اولویت های مهم دانسته می شود. 4. بازیابی ظرفیت های موسیقی شفاهی و توجه به اساسات موسیقی اصیل کشور اصل مهم دانسته می شود. در پایان از مقام های مسئول دولت بروز وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و نهادهای حمایت کننده فرهنگی خواهشمندم تا برای رشد هنر موسیقی در افغانستان تلاش همه جانبه نموده و از حمایتشان همواره در این عرصه دریغ نبردم. با ابراز سپاس همیشه سبز باشید. استاد مهوش.